درود بر شما. یکی از قطعاتی که خیلی تو مدارات استفاده میشه کریستال هست. این قطعه کریستال. کار اون ایجاد نوسان هست. مقدارش هم روش نوشته شده. نوشته 28.224. پایینش هم نوشته مگاهرتز. این فلش پلیر هست. این قطعه کریستال هست. بدنه فلزی داره. غالبا بدنه فلزی به گراند یا صفر ولت وصل میشه. در این بورد این قطعه کریستال هست. پایه وسط اون صفر ولت یا گرانده. غالبا نزدیکترین مکان به میکرو قرار میگیرن به دلیل نویز. در بوردهای شبیه این اگر مدار روشن میشه ولی دستورات رو اجرا نمیکنه، اگر آیسی فلش یا آیسی حافظه یا ایپیرام داره، اول باید اونو برنامه ریزی کنیم. یعنی برنامه موجود رو پاک کنیم و دوباره برنامه بزنیم. بعد از اون باید کریستال رو چک کنیم. خرابی کریستال باعث میشه که مدار عمل کرده درستی نداشته باشه. اگر کریستال رو چک کردیم، کریستال هم درست بود، بعدن میریم سراغ عیبیابی مدار یا قطع سوخته یا قطع دچار نشتیه و مراحل تعمیر رو ادامه میدیم. ولی ما چجوری میتونیم کریستال رو چک کنیم؟ میخوایم یک مدار بسازیم و کریستال رو توسط اون چک کنیم. ولی نیاز به اسیلوسکوپ داریم. من این مدار رو در اینجا آماده کردم. در ادامه ویدیو مدار رو براتون روی کاغذ میکشم. اول میخوایم مدار رو تست کنیم. این کریستال 12 مگاهرتزه. ولتاژ رو به مدار متصل کردم. کریستال رو جایگذاری میکنم. اگر میخواید روی بردبورد این کار رو انجام بدید، مطمئن بشید که قطعات به خوبی جایگذاری شدن. من کریستال رو قرار میدم. دقت بفرمایید. نوشت 12 مگاهرتز. شکلش هم داریم میبینید. حالا کریستال بعدی. فرکانس این 18.432 مگاهرتز است. در اینجا دقت بفرمایید. نوشت 18.50. کمی نوسان داره. اونم به دلیل نوع سیم کشی هستش. خب کریستال بعدی. ۲۸ مگاهرتز. در اینجا نوشته 28 مگاهرتز. این اسیلوسکوپ 25 مگاهرتزه. نوسان این کریستال 28 مگاهرتزه. این لرزشی که میبینید به همین دلیله. البته نوع سیمکشی هم میتونه دلیلش باشه. پس ما تونستیم کریستال ها رو چک کنیم. حالا ببینیم به کمک مولتی متر میتونیم فرکانس رو به دست بیاریم. مولتی متر رو تو حالت فرکانس قرار میدم. به کمک گیره سوسماری پراب منفی رو به منفی متصل میکنم. حالا پای بیس رو انتخاب میکنم. مولتیمتر عدد 0 رو نشون میده. به شکل موج در اسیلوسکوپ دقت کنید، دچار لرزش شده. حالا پایه امیتر رو اندازه میگیرم. بازم مولتیمتر 0 رو نشون میده. چرا مولتیمتر نمیتونه این اندازه بگیره؟ من در یک ویدیو جداگانه کاملا شرح دادم. لینک اونو براتون میذارم، در صورت تمایل مشاهده بفرمایید. خب حالا میخوام مدار رو براتون روی کاغذ بکشم. روش‌های مختلفی برای تست کریستال وجود داره. ما میتونیم کریستال رو روی خود بورد هم چک کنیم که من یک ویدیو برای اینم آماده کردم. لینک اون رو تو بخش توضیحات براتون میذارم. مداری که در اینجا قرار گرفته نوسان کریستال رو تشدید میکنه که ما به کمک اسیلوسکوپ اون رو میتونیم ببینیم. از یک ترانزیستور NPN استفاده میکنیم. به چه حالت؟
ما در اینجا ولتاژ رو داریم، میتونه بین 12 تا 15 ولت باشه. یک تقویت کننده ساده میسازیم. ترانزیستوری که من انتخاب کردم C1023 هست. این ترانزیستور NPN. پس اینجا کلکتوره، اینجا امیتر و در اینجا بیس. جریان از اینجا وارد میشه. ما میخواییم ولتاژ رو به بیس بدیم. پس در اینجا یک مقاومت میذاریم. مقاومتی که من انتخاب کردم 22 کیلو هست. حالا کریستال رو کجا قرار بدیم؟ کریستال جاش اینجاست. رو پای بیس و گراند، یعنی اینجا قرار میگیره. به این حالت برای فرکانس های بالاتر من یک خازن بایپس هم استفاده کردم. خازن اینجاست، موازی این مقاومت. 33 پیکو، عددی که روش نوشته 33 هست. برای کاهش نویز میتونید از یک خازن 100 نانو هم استفاده کنید. در مسیر تغذیه قرار بدید. اینجا. شماره اون 104 هست. 100 نانو. این مقاومت هم 1 کیلو. حالا مدار رو نگاه کنیم. این کریستاله. این مسیرهایی که با سیم ایجاد کردم برای ارتباطه. اینجا ریل منفیه، اینجا ریل مثبت. این خازن بایپسه، 33 پیکو. این مقاومت 1 کیلوه و اینم مقاومت 22 کیلو. و اینم ترانزیستور NPN که پای بیس اون در اینجا قرار گرفته. پس فقط کافیه کریستال اینجا خارج کنم و یک کریستال دیگه در اینجا قرار بدم. شما میتونید این مدار ساده رو بسازید و داخل یک قاب قرار بدید. این دوتا پایه رو به یک کانکتور وصل کنید و از قاب خارج کنید. حالا میتونید هر کریستالی رو چک کنید. حالا اوسیلوسکوپ باید کجا متصل بشه؟ اوسیلوسکوپ گیره سوسماریش رو گرانده، یعنی اینجا. پراپ اصلی رو روی امیتر قرار بدید، اینجا. به این حالت گیره سوسماری رو روی گراند بذارید، پراپ رو بذارید روی امیتر که اینجا قرار. این ترانزیستور نوسان رو تشدید میکنه، تقویت میکنه تا ما به کمک اوسیلوسکوپ بتونیم ببینیم. پس در مداراتی شبیه این، اگر دستگاه روشن میشه ولی هیچ دستوری رو اجرا نمیکنه، اول IC فلش، اگر منو داره از طریق منو اون رو ریسیت کنید. در غیر این صورت باید دوباره اون رو برنامه ریزی کنید. در مرحله بعد کریستال رو چک کنید که روشش رو براتون گفتم، لینکش هم براتون قرار میدم. در غیر این صورت کریستال رو خارج کنید و تست کنید. اگر کریستال سالم بود، حالا باید ABAB رو طبق روش های معمول شروع کنید. از بخش تغذیه شروع کنید و قطعات رو چک کنید. اگر اولین باره که ویدیوهای من رو میبینید، ممنون میشم که عضو کانال من بشید تا اعلان سایر ویدیوها براتون نمایش داده بشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.